بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از 12 جلسه بعد از 12 جلسه بالاخره وارد متن داستان میشیم و مقدمه رو تمام کردیم. حالا خدا توفیق بده انشالله بتونیم این بحث رو داشته باشیم و استفاده بکنیم. خود صاحب تجربه هم فرمودن که من اینا رو گوش کردم و دارم گوش میکنم، بحث رو پیگیری میکنن و اینا، و حالا ایشون هم باز اگر نظری داشتن نسبت به مطالب و مباحث و اینها اگر بفرماین قابل استفاده است. خب بخش اول کتاب و داستان یه بیوگرافی در واقع از ایشون، عنوانش هم هست گذر ایام. پسری بودم که در مسجد و پای منبرها بزرگ شدم. در خانواده مذهبی رشد کردم و در پایگاه بسیج یکی از مساجد شهر فعالیت داشتم. در دوران مدرسه و سالهای پایانی دفاع مقدس شب و روز ما حضور در مسجد. سالهای آخر دوران دفاع مقدس با اصرار و التماس و دعا و ناله به درگاه خداوند سرانجام توانستم برای مدتی کوتاه حضور در جمع رزمندگان اسلام و فضای معنوی جبهه را تجربه کنم. اون اواخر دوران جنگ رو جبهه رفته بودندش. راستی من در آن زمان در یکی از شهرستان‌های کوچک استان اصفهان زندگی می‌کردم. دوران جبهه و جهاد برای من خیلی زود تمام شد و حسرت شهادت بر دل من ماند. اما از آن روز تمام تلاش خودم را در راه کسب معنویت انجام می دادم. می دانستم که شهدا قبل از جهاد اصغر در جهاد اکبر موفق بودند. لذا در نوجوانی تمام همت من این بود که گناه نکنم. معلوم شد که انسان مقیدی است و حواس جمعه تو این مسائل. وقتی به مسجد می رفتم سرم پایین بود که یک وقت نگاه هم با نامحرم برخورد نداشته باشم. از نوجوانیشون اهل این مراقبات و این مسائل بوده. یک شب با خدا خلوت کردم و خیلی گریه کردم. در همان حال و هوای 17 سالگی از خدا خواستم تا من آلوده به این دنیا و زشت تا من آلوده به این دنیا و زشتی ها و گناهان نشوم. دست شما درد. بعد با التماس از خدا خواستم یکمی بعد چیزش صدا جمع بشه. بعد با التماس از خدا خواستم که مرگم را زودتر برساند. گفتم من نمیخواهم باطن آلوده داشته باشم. من میترسم به روزمرگی دنیا مبتلا شدم و عاقبت خودم را تباه کنم. لذا به حضرت عزرائیل التماس میکردم که زودتر به سراغم بیاید. خب خوبه آدم دوست داشته باشه زودتر بمیره یا نه؟ بده یا خوبه؟ هم بده هم خوب، هم بده هم خوب. ماجرا به بهادینی رو که عرض کردم تو یکی از اساتید فرمود که خدمت ایشون بودیم، ایشون فرمود که چند روز پیش ملک الموت اینجا بود. آقای بهادینی فرمود که ملک الموت اومد پیش من، به من گفت میخوای بری یا میخوای بمونی؟ ایشون فرمود که یکمی هم شو فهمید که بهش گفتم یکم دیگه من مهلت بدیم شاید آدم شد. یه مثلا من نمیدارم چون خواست آدم بشه، یکی چی مخواسته بشه؟ عزرائیل به رضایت بپرسه میخوای بری یا بمونی؟
دیگه حالا یکم دیگه بمونم شاید آدم شد. خلاصه اینجور بودن این بزرگان. دو تا روایت بخونم براتون، روایت های قشنگ. امیرالمومنین فرمودن که من دوست داشتم در کودکی از دنیا میرفتم، دوست نداشتم تو دنیا بمونم. به حال اینجا جای موندن نیست که واضحه، چه چیزی برای دیدن و موندن ها تهش همین ها سهی تکرار میکردن. فرمود که دوست داشتم زود از دنیا میرفتم، به یک امید ماندم که دیدم این ارزشش رو داره من تو دنیا به خاطرش بمونم، اینم این بود که به معرفت الله برسم. همین رو میفرم برات خیلی قشنگ است. یه وقتی ما تو کانال منتشر کردیم چند سال پیش این روایت شد، به همین حوث فقط موندم به معرفت الله برسم. دیگه از این بهتر نمیشه خدا خیلی تو شما زحمت بکشید. این یه روایت. یه روایت دیگه هم داره، این تو بهار که هست، حالا بهار از کجا نقل میکنه الان خاطرم نیست، که زمان خلیفه دوم در مدینه یه خانومی پشت بام منزل رخت لباس برمیداره ببره پهن بکنه، یه بچه کوچیک شیرخوره هم بشه. این بچه رو داره زمین که این رخت رو پهن بکنه، این بچه چهار دست و پا میره 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 از پشت اون خارج میشه، میره رو ناودون آویزون میشه. دیگه این مادر که بیتاب میشه و جیغ و داد و سر و صدا میریزن جلو در خونه خلیفه دوم که آقا به داد اون برس و این بچه چه کنه. این روایت طبعا بعضی از آدم های مریض دوباره باز واکنش های خواهند داشت، دنبال دستمایه میگردن برای تمسخر، ما کمکشون بکنیم خیلی بندگان خدا اذیت نشه. اینم داشته باشه روش استفاده کنه. عرض کنم که میگه که به خلیفه دوم گفتن و این گفتش که از من کاری برنمیاد، برید در خونه علی، اینا کار علیه، ما خلافت و حکومت و اینا کار ماست، یک کار علی. اومدن در خونه امیرالمومنین و گفتن آقای مادر دیگه داره میمیره، بچه آویزون بده ناودون به داد ما برسی. یه حضرت اومدن و این بچه رو دیدن و فهمودن یه بچه‌ای همسن خودش وردل بیرد، یه بچه‌ای همسن خودش آوردن. و اینکه بعضی هم گفتن از کجا میگی بچه ها مثلا چیزا رو میبینن میفهمن، یکی از دلیلاش ادلش هم روایت، یکی از ده ها دلیلش. بعد این بچه کوچیک اومد و به اذن امیرالمومنین و اراده تکوینی و ولایت تکوینی امیرالمومنین، این بچه با اون بچه شروع کرد حرف زدن. اینا فقط دیدن که اینا یه سری صوت ایجاد میکنن، یه آوایی این بچه تولید کرد و اونم یه آوایی تولید کرد و اینا یه سری حرفای شکلی با هم زدن. هیچ کمی چی نفهمیدن، این بچه برگشت رفت رو پشته بود، از ناودون برگشت رفت. دیگه همه کف و صوت و هورا و میگه در مدینه اونقدر شادی دیده نشده و در هیچ روزی که اینجور یه فضا عوض شده، همه شاد شد. و امیر المومنین آقا چی شد؟ تازه تمومدن که من چون این بچه بلوغ نرسیده بود نخواستم امرش کنم، گفتم بچه همسن خودش بیاد باش حرف بزنه. این بچه اومد ازش پرسیش که پرسید که یا اخی برادر، برای چی میخوای خودتو بندازی پایین؟ این مادر داغدار میشه، بچه مادری تو مثلا اذیت میشه. گفتش که من میخوام که قبل از بلوغ از دنیا برم که شیطان بر من سبیلی پیدا نکنه بعد از بلوغ، نکنه از من خطایی در بره، گناهی انجام بده. میخوام قبل از بلوغ از دنیا برم، نکنه تو دنیا بمونم به بلوغ برسم گناه. گفت اون یکی بچه بهش گفتش که تو قصه نخور، من ضمانت میکنم کنار این آقا امیرالمومنین که تو برگردی روی پشت با، و وقتی که برگشتی روی پشت با بمانی بزرگ بشی، خدا برای تو نسلی بیاره که این نسل تو محب به این آقایی باشه که کنار من ایستاده امیرالمومنین.
گفت این بچه دید که این میارز، گفت پس برمیگرد. خدا به تو نسلی میده محب برمیگرد، تو بمون تو این دنیا رو بچه قبول کن. برحال نشون میده که خب اینا چیزهایی میفهمن، بالاخره زبان زبان فطرته که کسی در یک کشفی بچه شیر خورش رو دیده بود که او از حضرت زهرا سلام الله علیها پیام میورد و درش برفته بود. این بزرگی گفته بود و ایشون فهمده بود که او با زبان فطرتش به تو پیام داد، به این پیام هم درست یه جمعه بود با زبان فطرتش به تو پیام داد. برها این زبان فطرت خیلی مهمه، بعضی ها حفظش میکنن. باز بزرگی در مورد مرحوم اطلاع لزم و وحشت فرمونده بود که عظمت آقای وحشت این بود که فطرت کودکی رو دست نخورده نگه داشت، همونی که روز اول خب داره به دمده برخی گناهان به دمده برخی کارها داره. شما وقتی اینو انجام میدی مثل روزی میشی که یومن ولدت ها امه، مثل روزی که مادر رو به دنیا آورده. مرحوم اطلاع پهلوان تهرانی فرمودن که گاهی آدم خواب میبینه تو خواب بچه کوچیکی بغل گرفته، این به این معنی است که بچه دار میشی و خدا مثلا بچه و اینا میده. البته درخت شاید به معنی نسل و بچه و اینا باشه، ولی حالا البته چیزهای مختلفی است، گاهی عقیقه، گاهی گنبده، گنبد مثلا حکایت از دختر مثلا، حالا توضیحاتی داره هر کدوم توی این تعبیر خواب ابن سیرین که از این چیزهای جالب و عجیب زیاد داره. بعد خدمت شما عرض کنم که چی گفتم؟ بچه تو خواب اگه دیدید که بچه دار شدید، ایشون فهمید که معناش اینه که کاری انجام دادی که مثل روزی که از مادر متولد میشی پاک شد، مثل روزی که از مادر متولد میشی پاک بشی. از این کارها هم زیاده دیگه، نماز یک شنبه زیقرده که قبلا عرض کردیم از این هاست، زیارت امام رضا علیه السلام از این هاست، و از این اعمال داریم چیزایی که آدم ها مثل روزی میکنه که از مادر پاک میشه. بزرگی میفهمد که این خانمی که بچه دار میشه نمیدونه این بچه رو که الان میذارن کنارش، بچه که به دنیا آورده میذارن کنارش که حالا شیر بخوره تو رو سینه او باشه و اینا، این نمیدونه که این بچه با این مادر الان پرونده جفتشون پیش خدا یکیه. چون یکی از اسباب این که مثل روزی که از مادر پاک شده میشه زایمان، این رنج زایمان، اگه کسی دنبال مغفرت مفتی میگرده بچه بیاره او ثوابه همجور سلام علیکم. هست امام دوران رهبریشون ایام ده فجر هم هست، شاد باشه روح همه این بزرگانی که حق به گردن ما دارن، خصوصا حضرت امام رضوان الله علیه. عروسشون بابت یکی از این بچه ها خیلی اذیت میشد، خیلی شیطونی میکرد. بعد حالا گر رفقای ما که میگفتش که من بچه کوچیکم اذیت میکنه، خانومم بچه رو داده من، گفته ببر بیت رهبری بده با آقا. گفتم چرا؟ گفت انقدر آقا میگه بچه بیاری به خود بزرگش کن تا انقدر ما نگه بچه بیاری. حالا اینجا عروس امام به امام گفته بود، گفته بود که آقا شما بگیم بچه به اینکه پدر مادر برده اذیت میکنه، شیطون میکنه، دم میریزه، کسی کاری داره دیگه بچه ها ماشاءالله. بعد امام برگشته بودن بهشون گفته بودن که من حاضرم یه معامله با بکنم، همه یه ثوابهای عمرم رو میدم، ثواب بزرگ کردن این بچه رو به من بده. از امام به عروسشون فرمان بودن همه یه ثوابهای عمرم رو میدم، کسی که نماز شبش قضا نمی‌شده و دیگه اون حالا یه ثواب انقلابش پس دیگه بقیه‌اش دیگه هیچ. فهمیدم که اینو بیا جا به جا اینا دیگه اسباب مغفرت مفتیه خلاصه. و خود بچه دار شدن، تربیت بچه، هر جرعه شیری که گفتن، هر قورتی که بچه شیر می‌خوره انگار یه فرزند یا فرزندان اسماعیل رو، چون بهترین نسل کره زمین فرزندان اسماعیل، پاک‌ترین و طیب‌ترین نسل، نسل بسونه نسل اسحاق، خود شیشه زیاد داره بنی اسرائیل و اینا، بنی اسماعیل بهتر از بنی اسرائیل هست، هر دو آخرش یه چیز دیگه، اون بنی اسرائیل هم خط میشه به
اسحاق، اسحاق ختم میشه به ابراهیم، هر دو آخر به ابراهیم هست. به هر حال میگه هر قورتی که این بچه شیر میخوره، هر جوره که شیر میخوره، این ثواب آزاد کردن یه بچه از بچه های اسماعیل بهش میده. اینا ثواب های مفتی. مثل روزی میشه که از مادر متولد شده، مثل روزی که از مادر متولد شده، یعنی چی؟ یعنی برمیگردد به فطرتش. عید فطر که میگیم یعنی همه. عید فطر یک ماه کنترل میکنیم، مواظبت میکنیم، برمیگردیم به فطرتمون. اینجوری میشه به فطرت برمیگرد. این فطرت اساس کاره. آقای بهجت فطرت رو دست نخورده نگه داشت. یک عمر این بچه یک روزه، اون پرونده یک روزه دست نخورد. خیلی واقعا که در عمرش یک گناه عالمن و آمدن انجام نداده بود، بلکه حتی میگفتن در حد کراهت هم ازشون دیده نشد. در همه عمرش یک مکروه هم دیده نشد. که خودشون میفهمدن که چطور بعضی در اسمت اهل بیت شک دارن. ما دیده این کسانی که ادعا دارن در همه عمرشون گناه نکرده، این وقتی اسمت داره اونا در اونا شکه، اینا اسمت داره. نوچه های اهل بیت، بر بچه های اهل بیت کوچیک موچیکا، اینا در حد اسمت هم اهل بیت خودشون جایگاهشون معلوم. در حال این میشه ماجرای فطرت پاک. حالا اینا که فطرت پاک دارن، خب قطعا بجات یه کمی از آب بخورم. ببخشید شما مشغول صلوات باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. آبشو به لوله پلیکا باید خور. چیزی پایین نره، فقط زبونم و سوزون کنم، هیچ به گلو نرسیم. خیرتون بشه. عرض کنم که خوب بودم، من عجله کردم آب که به هم تو جوش بشه. یعنی که مدعای معروف جلسه توی این ظرفای سفالی برایشون آب جوش برده بودن. ظرفای سفالی هم هیچ وقت حرارت بیرون نمیرسه دیگه. این هم به زیارت آشورا میخوند، دستت به این جداره این ظرف رو دیدی خونکه، گرفت رفت بالا. باشیم شما گفت سوختم. گفت ملت باشون رو میزن فکر مثلا یه چیز مکاشفه شده، مثلا روزهی به یادش اومده. خلاصه اینجا میگه که من دوست داشتم زود از دنیا برم، به اسرائیل التماس میکردم زودتر به سراغم بیاد. البته تو رو باید داره لا تتمنوا نوال موت، آرزوی مرگ نکنید، بودن تو دنیا خیره. یک لا اله الا الله گفتنش در دنیا اثری دارد که انسان با هیچ چیزی نمیتونه قیاسش بکنه و آرزوی اکثر اهل برزخ اینه که برگردن اینجا یه لا اله الا الله بگن و حسرتشون این که برگردن یک ثانیه حرم امامزاده علیه السلام بشینن زیارت کنن. اینا حسرت های اهل برزخ داره که صدا از آن که بلند میشه اونجا صدا ناله بلند میشه که یک کاش برمیگشتیم تو دنیا، خوباشون دلشون تنگ میشه برای نماز و اینا، بعداشون هم که یاد بدبختی هاشون میفتن که چه وقتایی را حدرت دیدن. آرزوی مرگ خوب نیست، آمادگی برای مرگ خوبه، شوق مرگ خوبه، آرزوی مرگ خوب نیست. یکی از اساتید ما خیلی بیتاب بود برای اینکه جناب ازرایی زودتر بیاد و ببره. یه اهل دلی بهشون پیام داد از طریقی که کسی از اهل برزخ بزرگان گفته به فلانی بگیم که اینقدر آرزوی مرگ نکنه. اون جای درست حسابی که همه خبرها اونجاست، همون جایی که تو هستی، اینجا هر یه لا اله الا الله یه نمازش اثر داره، اینجا فقط نتیجه است، اثره. کار اونجایی که تو توشی. مرحوم آیت الله کوهستانی فرمانده بود که قبلا این شاید گفتن دیگه، 6 تا جمله‌ای که تو محل ایشون و توی منزل ایشون استفاده شده تو بعضی سخنرانی‌ها گفتم، حالا اینجا شاید نگفته باشم اینجا بگم دوستان اینجا هم شنیده باشه. منزل آیت الله کوهستانی در شهر کوهستان بین ساری و نکا، اگه رفتید مازندران امام رضا طلبی دست شمال اونجا انشالله برید دیگه، تو مسیر شهر کوهستان از این ور که میرید به سمت ساری یه زیرگذر از پایین میخوره، نباید تماسون باشه رد نکنه، تابلو زده کوهستان اونجا همش دوستا دوستا برم چسبیده هست، رد کنید و برید تا دور بزنید برید. اینو زیرگذر میانید بالا، دوستای کوچیکی خیلی باصفاست. تو منزل ایشون هم محمد رضا پهلوی دیده شده، هم امام زمان، هر دو
هم مبارزه پهلوی اومده بود، خب مبارزه پهلوی اومده شمال و آلاش رو اینا بود اومده بوده چیش، و هم رجب الخیاط اومده بوده و امام زمان رو هم دیده بودن. شهید هاشمی نژاد تو مدرسه تو منزل تربیت شده، شاگردان دیگه هم بودن اونجا بعدشون اهل کرامت و اونها. آیت الله کوهستانی شخصیت کم نظیری است، حرم هم دفن ایشون بالا سر امام بزرگ هستن. ماجراهایی هم داره، ماجرای دفن ایشون و اینها که آزاده ایشون برای بنده تعریف کردن. سال 51 ایشون به رحمت خدا رفته. ایشون جملاتی دارن که تو حاشیه نوشته شده دور خونه ایشون، منزل همون منزل الان که میرید حسیر پهنه بود، یه عکسی از ایشون هست و دقیقا اون عکس و اون موقعیت خونه همونه، هیچ یعنی تو این 50 سال 40 سال هیچ تغییری نکرده. یه منبر رو چهار تا کتاب، دقیقا چهار تا کتاب اونجور کت چیده رو یه حسی، این تو عکس های کوهستانیه، الان فقط داره کوهستانیش نیست، همش همونه، همون چهار تا کتاب کج دقیقا همون هاست، بعد 50 سال منبر همون، حسیر هم هم. چند تا جمله از ایشون دور تا دور خونه نوشته، دو تا جمله بیرون نوشته، یه جمله تو مسجد ایشون نوشته. تو مسجد ایشون نوشته که این چون ایشون بیهوش بوده روزهای آخر و چند لحظه به هوش میاد، این جمله رو میگه، دوباره به هوش میره و دنیا میره، از هوش میره دنیا میره. ایشون به هوش میاد میفرماید که آیا غیر از راه خدا راهی هست؟ معلومه چی دیده بوده، کجا بوده، برمیگرده اینو میگه و میره. اینو بالا سر تو مسجد ایشون زده. توی خیابون دو تا جمله داره به سمت منزل ایشون که میرید، یکیش اینه که به جهنم که دنیای ما خراب شد، آخرت ما خراب نشد. اینو میجون جلوتر زده که در عزا و عروسی بیاد خدا باشید. اینا میشه داخل که میشید دور تا دور چند تا جمله داره که یکیش خیلی سخته، فشار میاره به آدم. ایشون فهمید که من حرف بیهوده را کمتر از لقمه حرام نمیدارم. این یه جمله. یه جمله دیگه اینه که خدا یک علی داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. اینم یه جمله. یه جا دیگه زده که پیش ما لنگ و لوچ ها شیعه علی را جهنم ببرن، من که طاقت ندارم، یعنی من که اینم طاقت چون ندارم، خود اهل بیت بایستم اینم شیعه را ببرن جهنم. یکی هم این و این جمله ایشون که همه رو گفتم به خاطر این فهمده بود که ای کاش موقع تشییع جنازه به من اجازه میدادن سر از تابوت بیرون بیاورم و به شما بگویم قدر این لا اله الا الله که میگویید را بدم. اسم کتابشون هم برقله پارسایی فکر کنم چاپ شده، کتاب خوبی به نظرم اسمش برقله پارسایی بشه، چون سر قله زندگی میکردشون، منزل سر قله است. عجیب هم بود، آش میداد با یه دیگه در حد یک نفر 300 نفرشون غذا بود، یه آش برقرار بود. از طبعه بله اطلاع عیازی بود ایشون، اون آش عیازی این شکلی بود. شو چکار میکرد؟ شو پایش فعال کرد حالا یادم است بگه نهیدی بیشون حالا خلصه نه که شنیدیم و خوندیم. آیت الله عیازی هم نزدیک بیشونه، یکم از کوهستان که رد میشید بزرگ اونم زیرگذر داره، بلا واسه باشه رد میشه رستم کلا اونجا. ایشون و آقازادش دفنه، ایشون از بزرگان بوده و صاحب کرامات و یالا ایشون هم ذکر خیلی شد بگیم اینجا حرم امام رضا. ایشون فهمده بود من اولی که رفتم نجف یه چیزی هم یادم اومد، اشکال نداره. اینا رزق دیگه، چون که ناراحت نمیشین ما خاطراتو میگیم، تو بعضی بهشون برمیخوره. بله عرض کنم که نمیفهم چرا برمیخوره، ولی خب دیگه ترکشش به ما برمیگرده. بله عرض کنم خدمتتون که آقای عیازی و آیت الله سید محمد علی روحانی که ذکر خیرشون زیاد کردیم ما اینجا، گفتیم تعبیر خواب داشتن و اینا هم مباحثه بودن. اینو خاطره نگفتم تو بحث آسوی مرد اینا. آقای عیازی به مراتبی رسیده بود و حقایقی براش کشف شده بود. اینجا آقای روحانی به آقای عیازی گفته بود که من و تو با هم مباحثه بودیم، تو به اینجا رسیدی من نرسیدم، تازه خودش همین تعبیر خواب بود، تو چجور به اینجا رسیدی، از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت وقتی که ما با هم مباحثه بودیم، کتاب لمعه رو می‌خوندیم، تو
تو کتاب لمعه رو رو زمین میذاشتی، من کتاب لمعه رو پام میذاشتم. فرق ما این بود. ادب، تو کتاب لمعه رو زمین میذاشتی، من کتاب لمعه رو پام میذاشتم. ایشون رفته بود نجف و مکاسب و اینا میخوند، رفته بود منظر امیرالمومنین، گفته بودن که آقا این مکاسب و این درسایی که ما اینجا میخونیم اینا هم مازندران ما هم هست، همه جا هم هست، شرحش و اینا هم هست. برای اینا نیومدم نجف، برای اونا اومدم. انها هنا لعلمن جمعی که گفتی، اون علمی که تو سینه است، لو اصبت له حمله، ایکاش براش حامل پیدا میکردم، از اونا میخوام. ایشو فرمانده بود که عنایاتی شد و هرچی کتاب داشتم ریختم توی فرات، کتاب ها ریختم توی فرات. اونا اینجاست، تو سینه است، اونایی که امیرالمومنین داد. که باز خاطرم من عرض کردم از آقای یعقوبی، از آقای یعقوبی بنده پرسیدم که این انها هنا لعلم جمع چیه؟ ما بچه بودیم، بچه از من نفهمتر از حالا هم بودیم، بچه شاید الان نفهمتر باشه، نمیدونم رو بررسی کنم خودمش بدتر بود، ما به فطرت نزدیکتر بود، پس الان نفهمتر بود. عرض کردم که بهشون عرض کردم که این انها هنا لعلم جمع چیه؟ ما بودیم آقازاده، ایشون بود، دو سه نفر دیگه بود. ایشون هم نگذاشت تا برداشت فهمون این انها هنا لعلم جمع همونه که دو نمیدونی، همون این همون هست. اگه قرار بود بگن که دیگه اصرار نمیشد، اگه قرار بود تو هم بفهمی که دیگه اصرار نمیشد. قشن ما رو پیاده کردیم، بچه هم بودیم و خود رو جمع کردیم، ساکت داشتیم برای که دل ما نشکنه و مثلا شکلات دیم ما بده شنگولاتی مثلا ما هم دل خوش بشه. ایشون فهمید که این اسرار توحیدیه اینا، انها هنا لعلم جمع. من اولایی که رفتم نجف به امیرالمومنین گفتم که از اون حقایقی که پیش شماست میخوام. بعد خواب دیدم، شبیه دیدم که در دریای شیر شنا میکنم. به شیخ مرتضی انصاری یک کاسه شیر دادن، شد مرتضی انصاری، ولی من میدیدم تو دریای شیر شنا میکردم. خلاصه فهمم که از اینا هست. تازه اونم تمثله دیگه، شیرم که تمثله، تازه خوابش هم که باز خواب در شیره. این یه حکایتی داره میکنه از این که بعدن انشالله خبرهایی میشه، چون از اصل خبر چیزی نگو، این حکایت اینجوری در فهم بچه گونه ما که خب شیر و اینا مثلا تو خواب دریای شیر و این حرف ها مثلا. برحال اصل مطلب، لب مطلب اینه، اینجایی که ما هستیم خیلی مهمه، ولو به یک لا اله الا الله. ثانیه به ثانیه اینجا رو آدم اون ور میفهمه که چه قوقایی در این ثانیه ها بود و در این ثانیه ها چه عظمت و چه ابدیتی نهفته بود، در این وقت شریف که انقدر راحت امثال بنده هدر میدیم صبح تا شب رو. باید بحشت گفتودن آقا یه جایی میخواییم بریم بیرونی مثلا دوری بزنیم. ایشون فهمده که من همه وقتمو پیش فروش کردم برای خدا. یکی دیگه از اساتید رو گفته بودن آقا یه جایی بریم، ایشون فهمده بود که یه نگاهی به آخر عمر تا آخر عمرم کردم، دیدم این بر من تعریف نشده است، این چند دقیقه فلان جا تو برنامه نیومده، نگفتن برو. عجیبن واقعا، این همه وقت و ثانیه به ثانیه، و خدا هم برکت میده دیگه به این ثانیه های اینا. مرحوم علامه طباطبایی المیزان که می نوشتن ایشون نقطه نمیذاشته، بدون نقطه می نوشت. بهشون گفتم آقا چه نقطه نمیذاره؟ ایشون فهمیده بود که من حساب کردم هر صفحه ای نقطه گذاری و نقطه نذاری تفاوتش 20 ثانیه است، و دیدم که من آخرش برای چاپش باید یه دور بخونم اینو قبل چاپ. گفتم چرا نقطه ها رو الان بذارم، وقتی که میخوام بازبینی کنم برز زیر چاپ نقطه ها رو اونجا بذارم، هر صفحه 20 ثانیه من کاسب میشه. چی بودن؟ کجا آمده بودن؟ با چی میگشتن؟ با کی کار داشتن؟ من نمیفهمم. یا من وقت زیاد دارم، بده من میخوام یه دور برات مثلا پاره کنم اندو بنویسم، مثلا چیزی که زیاده وقته. بعد آدم میبینه که بابا آدم پول میده که وقتش نقد بشه، بعضی وقت میدن که این پولی نقد بشه. عجیبه بابا، نه که حالا باید آدم به گدایی بیفته، ولی خب دیگه اونقدر که داریم کفایت میکنه دیگه، از وقت که آدم نمیده برای پول، از پول میده برای وقت. سرمایه کدومه؟ وقت آدمه. این وقت با چی جبران نمیشه؟ پس خدا ما وقت داده، اونی که همه برزخی‌ها
دنبالش میگردم. رب ارجعون لعلی اعمل و عملا صالحا فیما ترکتو. میشه یکم به من وقت بدید؟ این درخواست کسایی که از دنیا میرن. میگه پس سوالش کار کرد. یا آیه داریم که این دیگه خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه، در سوره مبارکه فاطره. اولم نعمرکم لیتذکر فیه من تذکر. میگه نه، دنیا که میرن میگن خدای با ما میشه یه وقتی بدی، یه مهلتی بدی برگرد. خطاب میرسه که ما بهتون انقدر عمر ندادیم که اگه یه کسی بخواد آدم بشه بسش باشه، کسی بخواد تذکر پیدا کنه کفایتش بکنه، انقدر عمر ندادیم. به نظر شما انقدر عمری که توی روایت فرم توی این آیه فرموده، تو روایت فرمودن چند ساله؟ شما بگید. 18 سال. میگه کسی 18 سالش شد دیگه ازش شنیده نمیشه این حرف. تا 18 سالگی را داره. این خدا من نمیدونستم اینا، تا 18 رو میگن دیگه حالا باش مدارا کنی. بعد 18 میگن شما وقت کافی داشتی برای 18 سال. 18 سال دیگه پر وقته. که یکی از اساتید ما از این برداشت عجیب غریب میکرد از این روایت. ایشون فرمود که معلوم میشه که اگه کسی بخواد جانانه کار بکنه، 3 سال برای اینکه یه آدم برسه به موقعیتی که لازم داره از جهت معنوی و اینها، 3 سال کفایت میکنه. شاهدش هم اینه که از 15 سالگی بالغ شده. روایت هم که فرمود 18 سال کفایت. این 3 سالش، 3 سالش، یعنی 3 سال اگه جانانه کار بکنه نتایجی براش حاصل میشه. به هر حال اینا مثلا باز با اون معنی نیست که باز خانوم های مثلا 9 سال بکا بکنه اون بایدش حساب نکنه. ایشون میگه که من درخواستم به این بود که اسرائیل زودتر بیاد سراغم و ما رو ببره. دوست نداشت که باطنش آلوده بشه. چند روز بعد با دوستان مسجدی پیگیری کردیم تا یک کاروان مشهد برای اهالی محل و خانواده شهدا راه اندازی کرد. با سختی فراوان کارهای این سفر را انجام دادم و قرار شد قبل از ظهر پنج شنبه کاروان ما حرکت کند. روز چهارشنبه با خستگی زیاد از مسجد به خانه آمدم. قبل از خواب دوباره بیاد حضرت عزرائیل افتادم و شروع به دعا برای نزدیکی مرگ کردم. اما در سزایل البته مجلسه قبل نکاتی عرض کردیم، گفتیم کار از سزایل لزوما قبض روح نیست. چیه؟ کیادشونه؟ آفه از ظاهر منتقل میکنه به باطن. حالا برخی اساتید میگفتن تو ترافیک و اینا هم توسط به سزایل خود راوا میکنه. یه توییتی یکی نوشته بود که الان شما یه چینی برداری تو مترو، این کار اصای حضرت موسی رو میش کافه میره جلو همه میره کنار خاطر کرونا. برای حرم و اینها ذکر یا نور و یا قدوس رو یا آقای در قوم از علماست. ایشون تو قلقله حرم که نمیتون تو سهن بیاد یه نامه بهش داده بودن. چند تا از آقایون نامه برای خدا نوشته بودن که اینا مشهور هم هستن، 3-4 نفری بودن و داده دادن به این سید بزرگوار که از مراجع البته تعدادشون تقلید میکنه. داده بودن گفته بودن شما برو بنداز تو زری امام رضا، مثلا شما فرض کن موقع سال تعویق مثلا برو بنداز تو زری، تو حرام نمیشد واردش. شو رفته بود چسبید به زری انداخته و برگشته بود. گفته بودن چیکار کردی شما؟ گفته یا نور یا قدوس. گفته این کارامو چینی رو کرده بود، شکافته و باز کرده و رفته بود جلو. ذکر یا نور یا قدوس ذکر عجیبیست. حالا خاطراتی هم هست. بله، به هر حال حضرت عزرائیل برای انتقال از ظاهر به باطن کار خوبیست، چیز خوبیست، یعنی دستش بازه. چیز خوبیست یعنی دستش بازه. ولی دا تراپی گوی نرم گفتن که بهشون ترسان کنی راه باز بشه. نمیدونم این انتقال از ظاهر به باطنش جور میشه منتقل میکنه همه را از ظاهر به باطن، یعنی مثلا همه تصادف میکنن میمیرن مثلا راه ما میشه اینجوری میشه یا نه موانع رو مثلا برطرف میکنه. به هر حال ایشون از این کارا هم ازش بر میاد. حضرت عزرائیل رو برخی برای حضرت عزرائیل شبیه دو رکعت نماز میخوندن،
زیارت حرم می‌رفتن دعاش می‌کردن، بخیر باش کار دارن، یه رفیق باشه دیگه، پس هر وقت بیاد برای مهمون آدم خودش آماده می‌کنه دیگه. آره فردا که اومد دیگه تو دروسی گیر کنه و بگی ببین من می‌خوام بزنم ولی چیکار کنم که تو شب دو رکعت نماز خوندی؟ نمیشه حالا شوخیش اینه. اونس پیدا میشه دیگه، مهمه این اونس با این ملائکه، ارتباط قلبی با اینها خیلی مهمه. خب اینا موجودات زندن دیگه، ما فهم بازم روبات هن اینا، مثلا میاد همجی مثل یه روبات تقریب میزن و برم داره میبره. بابا اینا موجودات زندن، شعور دارن، عاطفه دارن، در حد خودشون البته، عواطف انسانی ندارن، عواطف عقلی محض دارن که رو بارون بحث نمکنش، ادراک دارن، میفهمن، واکنش دارن، از یه چیزای خوششون میاد، یه چیزای بدشون میاد، یه چیزای بدشون میاد. دیروز از حسن امام میخوندم که میفهمیدم که خیلی برام عجیب بود، اصلا حالم یه جوری شد. فهمیده بودن که نامه اعمال ما رو پیش امام زمان میبرن، مراقب باشیم، حواسمون جمع باشه، کاری نکنیم که اگر نامه اعمال و ملائکه برای امام زمان بردن، حضرت نامه رو که نگاه کردن، کفتی اینا همش تمثیله دیگه، قبلا نمونه صحبت کردیم کاغذ و نامه و اینا نیست، حضرت اشراف داره، حالا صورت برزخی مثالیش میشه نامه و کاغذ نمید. که وقتی نامه رو تحویل امام زمان دادن، حضرت داخل پیش این ملائکه شرمنده نشن، حفظ عجیب، کاری نکنیم که امام زمان از ما پیش این ملائکه شرمنده بشن که دیگه ببخشین شیعه ما پیش شما چه کارا که نکردیم، با خود من حله، من به طرف من میپوشونم، ولی از شما خجالت میکشم که شماها دیدید. خیلی چیز عجیبی اینو از سه ماه فهمیده بودن در سخنرانی. خلاصه این ملائکه هم ادراک دارن و به خاطر همون ادراک ایناست که حضرت از اینا خجالت میکشن که مثلا شما الان نسبت به این شیعه ما یه ادراک دیگه ای پیدا کردید. نه روایت عجیب غریبی است، به ما گفتن حواستون به اینا که کنارتون هستن باش. خب میگه شروع کردم به دعا برای نزدیکی مرگ. البته آن زمان سن من کم بود و فکر میکردم کار خوبی میکنم، نمیدانستم که اهل بیت ما هیچگاه چنین دعایی نکردن. آنها دنیا را پلی برای رسیدن به مقامات عالیه در آخرت میدانستن. خب اون ماجرا از زهرا سلام الله علیها چی میشه؟ عجل وفاتی. اون اثر کم آوردن نیست، اثر دوست، مثلا نفرت از دنیا به این معنا که این موقعیت برجسته دنیا که جای ساختن آدمه اینو دارن نادیده میگیرن، از این باب نیست. شوق به سمت مرگ، تشنگی دیدار پیغمبر ایناست. و از جهتی هم خود اینها نفرینه، خود اینها نفرینه، یه جنبه از نفرین، جنبه از عذابه. امیرالمومنین اومدن تو مسجد در نهج البلاغه است، روزهای آخر، که این خطبه هم از اون خطبه های جانگداز و جانسوز واقعا، روزهای آخر اومدن مسجد و در کشاکش جنگ صفین بودن دیگه امیرالمومنین که به شهادت رسیدن، و مردم کم آورده بودن این ماجرای صفین بعد از اون حکمیت و ماجرای این شکلی و چند تا جنگ که وسطش هم جنگ خوارج تحمیل شد به حضرت، کم آورده بودن اکثر مردم کوفه هم که بالاخره وضعیتشون وضعیت خاصه. حضرت من در سخنرانی فرمودن که من امروز صبح بعد از نماز پلکم سنگین شد، برادرم رسول الله رو دیدم. حالا تعبیر رویا رو به کار بردن، ولی خب اصطلاح فنیش میشه مکاشفه. در مکاشفه یا باز به اصطلاح دیگه منامیه، بزرگان میگن منام و منامیه، منام یعنی خواب، منامیه یعنی مکاشفه. در مکاشفه برادرم رسول الله رو دیدم، گفتم که آقا من دیگه دست اینا خسته شدم، دست این مغلوب خسته شدم، نه یعنی هیچ جنبه نفسانی نداره، باز نباید حواسمون باشه، خسته شدم یعنی اینا آدم نمیشه، اینا هدایت نمیشه، مسیر هدایت رو بستم. برادرم رسول الله من فهمود یا علی ادعو علیهم، ادعو علیهم، دعا کن بر ایشان. دعای بر کسی میشه چی؟ نفرین. دعای برای کسی میشه دعا، بر دعای بر کسی میشه نفرین. پیغمبر به من فهمود که علی جان اینها رو نفرین کن. امیرالمومنین نفرین کردن مردم کوفه رو چیکار کردن؟ خدای منو از اینها بگیر، یه بدی مثل خودشونو بر اینها حاکم کن.
اینا رو از من بگید یه خوبانی مثل من نصیب من کن. این نفرین امیرالمومنین رضا، این دعای اهل بیت که ما رو زودتر ببر، این دعای نفرین امته. درد فرمایید، یعنی هم او به اون ملاقاتی که میخواست برسه، هم اینا چوب کارشون رو میخورن. پس اینو توجه داشته باشید، دعای برای مرگ، آرزوی مرگ، اینا کفار نعمته. نعمت حیات، نعمت وقت، یکی از بهترین نعمتهای خداست، اینو نباید کفران کرد. در این حال شوق برای مرگ، آمادگی برای مرگ، دیگه اینا خیلی مرزوی باریکی هم داره، ریزه، ریزکاری زیاد داره، باید حواس رو بهش جمع بشه. خب میگن که خسته بودم و سری خوابم برد، نیمه شب بیدار شدم و نماز شب خواندم و خوابیدم. بلافاصله دیدم جوانی بسیار زیبا بالای سرم ایستاده. از هیبت و زیبایی او از جا بلند شدم، با ادب سلام کردم. که خب این ملکی که ایشون میبینه باز در صورت مثالی میبینه. ملائکه در عالم مثال نیستن، تنزل میکنن تو عالم مثال و تمثل میکنن تو عالم مثال. ملائکه مال عالم عقل، عالم عقل دیگه صورت نداره. اون چی دیگه وارد اون بحثش نمیتونیم بشیم که عالم عقل چه جنسی و اینا. عالم جبروت، چهار تا عالم داره. عالم اول عالم لاهوته که عالم الوهیت خداست، عالم پایینترش عالم جبروته، عالم عقول، ملائکه مال این عالمه، پایینترش ملکوته که میشه همین عالم مثال خودمون که ازش یاد کردیم، پایینترش ماده ناسوت، همونجایی که ما توش هستیم. ملائکه مال عالم جبروتن، اینا تنزل میکنن، میان تو عالم مثال. صورتی که ما میبینیم هیچ ملکی تو عالم ماده نمیاد، جسم جسد مادی پیدا نمیکنه ها، حواسو جمع باشه. اگه کسی هم ملک میبینه، داره مثال اون ملک رو، حضرت مریم ملک رو تو عالم مثال دید، ولی انقدر این تو عالم مثال شفاف بود که ایشون احتمال نداد این که این مادی نباشه. ملائکه‌ای که برای حضرت ابراهیم اومده بودن، اینا تو عالم مثال بودن، ولی انقدر شفاف بودن حضرت ابراهیم احتمال ندادن که اینا از عالم مثال باشه، احتمال داد مادی. رفت اینو من الان قصه‌م اینه که اون گوساله‌ای که از ابراهیم زد زمین و حلوم شد، خیلی قصه خوردم بابتون، هدر رفت. کاش ما بودیم از شرمندگی از ابراهیم در می‌اومدیم. من خدا نصف شب پاشو رفتم پش کباب مباب درست کرد، بریونی درست کرد، لای سنگ داغم درست کرده بود، اینجوری که میگم به اجلن حنیز، اینم یه مدل کباب خاصی. چون می‌دونید که تو طب اسلام اینا گوشت گاو خوب نیست خوردنش، یعنی شیر گاو شفا، گوشتش مرض. این آیه میگه که گوشت گاو کباب کرد، شاید کبابش فرق بکنه. این دیگه الان از این آیه احتمالاً اینجور برداشت بشه، کباب هم مدل خاصی درست کرده بود، لای سنگ درست کرده بود، همبرگری خلاصه بعدش آورد و جلوی اینا گذاشت، اینا دستا رو دراز می‌کنن. اون موقع هم رسم این بود وقتی کسی مهمون کسی میشد، غذا می آوردن، دست دراز نمی‌کرد به غذا، یعنی من با یه قرض سوی اومدم. حسب من بین اشاره کرد که آقا بفرمایید بسم الله غذا. گونه دست درازا که از موسی ترسید، اوی چی دیگه نصف شب رفتیم گوساله هم که زدیم زمینو، این هم هم خدماتو الان سرمان میبارم دارم شکمو میرن. او جسم انهم خیفه، یکم تو دلش یه جوری شد، اینا گفتن لا تخف بابا، نه ترس بابا، وایسا لا توجل، انا نبشر رو که به غلام اومدیم بشارتت بدیم، اومدیم بگیم بچه دار میشه. خانوم از زبران هم که اونجا وایستاده بود و پیرزن که وقتی جوان بود نازا بود، حالا پیره زد، یه زد تو گوشش که خدا مرگم رو که فسکت علا بچه ها، زد تو گوشش رو یه چیزی شما فرسون مثلا هاش خانم بگیم خواد دو روز دیگه بره مسجد نماز بخونه، از در که وارد میشه بینه هاش خانم مثلا با برجستگی برآمدگی وارد شده، از همسر از ابراهیم، از ابراهیم 110 سالش بود اون موقع، ایشون مثلا اولش 90 سالش بوده، آشکار 90 ساله، دندونا همه ریخته، موها سفید، یه گوشه صندلی داره، آشکار حامله ان باردار هم گوشه مثلا جا برشون درست کنه. خیلی آدم رسوایی واقعا، خدا امتحانای میگیره واقعا، مثلا آدم میمونه توش. میخوای بچه بدی قام 20 سالم بود درست مثلا سر حال 90 سال ما رو بچزونی، واسه واقعا اینجوری فکر می‌کنن دیگه. 90 سالگی بچه بذاری زنگوله پای تابوت. خلاصه بعد ما منی بشارتت بدیم، بشارت دادن و بعد اینا منی که هم ملائکه جمال بودن هم ملائکه جلال بودن. این مهمه، حالا این فرصت بشه براتون از تمام بخونم اقسام ملائکه رو، اگه فرصت این جلسه نشد جلسه بعد بخونم ان شاء الله.
بحث ملائکه بحث شیری نیست، اینجا چند بحث ملائکه رو داره. اینا هم جمال بودن هم جلال، اومده بودن وسط راه به حضرت ابراهیم بشارت بدن تو بچه دار میشی و بعدش بدن کجا؟ قوم لوط رو برن عذاب کنن. کیفیت اینا زیبارو هم بودن. و نکته جالبش اینه که قوم لوط هم باز اینا رو دیدن. باز قوم لوط هم چی دیدن؟ صورت مثالی دیدن، مادی ندیدن. گفتن به مهمون اومد و دیگه ماجراهایی که قرآن عجیب، من اینو اگه نقل بکنم لفت میدن از کانال ما. ولی خدا در قرآن اینا رو نقل کرده که این مهمونای زیبارو اومدن و اینا طمع کردن و اینا پشت در خونه حضرت لوط و درخواست‌های عجیب و غریب و ایشون فرمود لا تفزحون، منو رسوا نکنید پیش این مهمونا. و اون جمله عجیبی که ایشون فرمود دختران من هستن، دست از مهمونا بردارید، این دخترها رو من در اختیار شما قرار میدم، که واقعا قابل فهم نیست این حد از فداکاری. و که اینا هم قبول نکردن، حتی حجت رو ایشون خواست تموم بکنه، دیگه اینا هم حجت تمام شد، کار تمام شد، عذاب کردن و رفتن چهار گوشه شهر رو گرفتن برگردن. این چهار تا ملک اینا رو بیرون کردن و حضرت لوط گفتن تو برو این زن و بچه رو بردار ببر. حضرت ابراهیم به اینا گفتش که داریم میریم اونجا لوطا، ان فیها لوطا، میخوام این عذاب کنیم، لوط اونجاست. گفتن میدونیم، لوطا بفرستیم بره، ما غیر بیت من المسلمی فقط یه خونه پیدا کردیم توش مسلمونه، اونم لوطا همین چهار تا دخترشه، هیچ مسلمون تو شهر نیست. بعد اینجا دیگه از عجایب قرآن که حضرت ابراهیم شروع کرد تجادل و نافقام لوط، شروع کرد مجادله کرد خدا میشه اینا رو حالا به خاطر من این قوم لوطه، بابا قوم لوطه. بعد حضرت ابراهیم گفت بابا ول کن کوتاه بیا، آخرش هم تعریف میکنه از حضرت ابراهیم، بهش به ابراهیم گفت کوتاه بیا، بعد آخر تعریف میکنه میگه ان ابراهیم لعواه حلیم ولی بنده من دلسوز مهربان، دلش نمیومد قوم لوطو عذاب بکنه، خدا یه مهلت دیگه به اینا بده آدم بشن، مهلت دادم بس دیگه نگاهی حرفا بزنن پیشادانه. خلاصه این ملائکه برای حضرت ابراهیم ظاهر شدن، برای همسر ابراهیم ظاهر شدن، برای قوم لوط ظاهر شدن، همه هم در آنه مثال بوده. ملک هیچ وقت مادی نمیشه، مادی بشه یعنی باید گوشت و پوست و خون و اینا پیدا بکنه، قلب و رگ و عروق و ملکی توی عالم ماده وارد نمیشه، ماده نداره اصلا ملک. هر کی هم که ملک رو میبینه در عالم مثاله، البته این در عالم مثالش هم باز درجات متفاوته. جبرئیل برای پیغمبر اکرم نازل میشد گاهی به چهره دهیه کلبی، دهیه کلبی جوان خوشگلی بود در حجاز، و گاهی میدیدن دهیه کلبی پیش پیغمبر، مردم میگفتن ای دهیه اومده، نمیدونستن جبرئیله، به شکل دهیه میومد. اینا میدیدن، یعنی بس این صورت مثالی رو هم میدیدن. دیدن ملائکه لزوما حکایت از موقعیت معنوی عالی نمیکنه، که این نیست که حالا هر کی دید، نه ممکنه کسی ملکی رو ببینه و نمیفهمم که داره صورت مثالی میبینه، اینا بالاخره قواعد مهم است. بیشترش هم در خوابه. ملائکه البته اقسام و انواع عجیب و غریبی دارن. یکی از اساتید میفهمود که خدا ملائکه ای داره، اینا دیگه سخته ببین بحث ملائکه توضیحات بخواد، باز اول ذهنمون هم ماده کلن در بیاریم بعد مسئله رو حلش بکنیم. می‌فهمید خدا ملائکه‌ای داره، در یک قطره اشک اینها اقیانوس پیماها اگر صدها سال حرکت بکنن به انتها نمی‌رسن، در یک قطره اشک اینها، چون قطره اشکشون مال عالم مثاله، یعنی یک چشمه است. یادتون تو آنسوی مرگ میگفتش که این کبوتر این مرغه که میخواست بخوره از همه آبای عالم برزخ خورده، یادتون این ماجرا؟ ماجرا کی بود؟ مادر دکتر گوی از همه آبای عالم برزخ خورده از چشمه های مختلف. حالا اون یه عشقی اون میشه چشمه، اون چشمه رو بخوام بریدن تو دنیا کل دنیا رو جمع میکنه، تو دنیا نمیاد. میفهمونت که ملائکه اینجوری دارن، خدا ملائکه این شکلی داره، در یک قطره عشقی اون اینجور میشه، اینها از عالم بالا میان زیارت امام رضا علیه السلام، بنزه یه نقطه میشن، زیارت میکنن، برمیگردن. ملکی که تو یه قطره اشکش اینجوری میشه یه نقطه میشن، برمیگردن. اون ملائکه عالم عجیب غریبی و این حرم دائما مختلف الملائکه، دائم ملکیه که داره میره و میاد و قوغاییست در ملکوت این حرم. حرم امام حسین هم باز ملائکهش فرق میکنه.
ملائکه اینجا مشغول ذکر و تسبیح و دعا و اینا، برای ظاهرها دعا میکنن، برای شیعیان دعا میکنن، برای اهل علم دعا میکنن، استغفار میکنن، برای محبین امیرالمومنین استغفار میکنن، دعا میکنن، عنایات دارن، توجهات دارن، خدمات میرسونن، حفظ میکنن ظاهر رو تو مسیر رفت، تو مسیر برگشت. دیدم که گفته بود آقا دست رو بوسی نکنید، کرونا نگیرید. اینم دیگه واقعا در بعضی وقتا میمونه تو بعضی حرفا که میشنوی. تو مسجد گفت دست رو بوسی نکن. یه گفتم کم کم میگه که آقا زری هم نبوسید و حرام هم نرید و این خاطر هم که فهم نشود. بابا اینجا ملک داره. فهم میکنه. از تو روایت هم داره آخر زمان قبل از ظهور مرگ سفیدی میاد و خلاصه خیلی رو جمع میکنه میبره. به هر حال این برای یه طایفه ایست، این مرگ سفید مال اینجا نیستش که، مال حرم امام رضا نیست. ملک داره، ملک مسئولیت داره، حفاظت میکنه. باز اینا در این نشه برای اینکه کسی فکر کنه ماسک نباید بزنه و چه میدونم همه خیلی باز همه چه قراقاتی میشه دیگه. امام حجی هر چی میگیم دفعه بعدش کنارش بگیم برای اینکه باز به هجومی نیاد سمتمون که آقا اینا حرفای لومپنی است. میگم هیچی ملک هست و نمیخواد، برو با همه دست رو موسی کنید، هیچ قراقاتی نباید کرد. مثلا ملائکه حرم امام حسین اینجوری هست، ملائکه خاص مال حرم امام حسین علیه السلام هست. اونجا ملکش فهم، اونجا 4000 ملک داره که غروب عاشورا نازل شدن شعفان قبر که رئیسشون هم اسمش منصور بود، رئیسشون منصور بود. اینا اومدن برای نصرت ابا عبدالله، حضرت با اراده تکوینی اجازه ندادن که اینا وارد بشن. اول جنات درخواست کردن که کمک کنن حضرت و حضرت اجازه ندادن. ملائکه خواستن بیان برای امداد، باز حضرت اجازه ندادن. نه دیر رسیدن، بعد از شهادت رسیدن. این 4000 تا هستن تا روز ظهور به بزرگی دیده بوده برای بنده تعریف میکرد که اینها موهای بلندی دارن و لباس سیاهی به تن دارن، سیاه پوشن کلن و دائما صدای زجه و گریه و ناله ها بلنده. فقط سر اذان ساکت میشه. به بحث اینکه صدای اذان بلند چه ساکت میشه، دوباره بعد صدای ناله اش بلند میشه و به سر و صورت میزنن، لطمه میزنن، به سینه میزنن. این حال این 4000 ملکی است که در حرم ابا عبدالله هن. اونجا یه حال هوای دیگه داره، ملائکه فهم میکنه. خب اونجا ملک چرا گریه میکنه اینا، این باز دیگه با توضیحات بده یعنی چی ملک گریه میکنه. ملک درد مادی که نداره که، قصه مادی که نداره، این تسبیح اون ملکه. ملائکه ذکرشون تسبیح و حمد خداست. نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. وقتی به اینا گفت خدا فرمان خواهم آدم رو خلق کنم، اینا چی گفتن؟ گفتن ما هم تسبیح بکنم و تقدیس بکنم. کار ملکه، غذای ملک گفتن طعامش حمد، شرابش تسبیح، با این زنده است. خب بعد فرمون نفس المحموم لظلمنا، کی بلده؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. کسی قصدار ما بشه، نفسی که برای ما میکشه تسبیح به حساب ما. این تسبیح ملائکه است، قصدار شدن برای اهل بیت. حالا این تسبیح اونا یعنی چی؟ باز این یک عالمی از بحث اینجا نهفته است. اصلا چه ربطی است بین قصدار شدن برای اهل بیت و تسبیح خدا؟ خود تسبیح یعنی چی؟ که این یک بحث مفصل لااقل 12-13 جلسه بحث میخواد. نفس محموم تسبیحه یعنی چی؟ ملائکه شرابشون تسبیحه یعنی چی؟ غذاشون حمده یعنی چی؟ ملائکه جنسشون چیه؟ مراتبشون چیه؟ اصنافشون چیه؟ عالم جبروت چیه؟ عالم مثال چیه؟ اینا دیگه شده میریم تو عالم برزخ، خدا توفیق بده. از اون کلاسایی که اون مادر دکتر اینا میرفت ببین کجا میرفت، یه وقت آرایشگاه برام بگیره کلاس رو ثبت نام کنه اونجا. بعد بریم دیگه اونجا دیگه، الان ما تا تهش از عالم مثال میتونیم بگیم دیگه. جبروت رو بریم عالم مثال، از جبروت برام بگن دیگه، درست شد دیگه. کم بریم جلوتر، یعنی اینجا نمیدونم اینجا بشیم هم جبروت دیگه، اون دیگه نمیشه دیگه خودش. ببین مثال بن شده جبروت برام میگن که اونجا چه خبر، اعماله بالا چه خبر، اونجا معاد و توزیع میدن، عالم ملائکه رو توزیع میدن. اون مهندس رفته بود بهش گفته بودن دیگه، اینا همه رو عالم زر و فلان اینا همه رو اون بالا که رفته بود بهش یاد داده بودن، اینا رو اون بالا یاد میده. البته بعضی این پایین میرن خیلی بالا، اون پایین ها اون بالایی ها یاد میگیرن، بلکه اون بالایی ها یاد میدن. میگفت فلان آقا اینجا سری شاگرداش عالم برزخ هست. گفتم گفتم فلانی شاگرد نداره؟ گفت در بین زندگان نه، بعضی شهدا تو عالم برزخ شاگردشن. این آقا اینجاست که اونو داره تعلیم میده. خب
ما هم چی بگیم برای خودمون؟ نمیشون حرف بزنیم. یکی بلافاصله دیدم جوان بسیار زیبا بالای سر هم ایستاد. پس این چی بود؟ این ملک بود ولی در عالم مثال دیده بود. این اصاره حرف که توضیحات که دادیم برای همین بود. ملک رو تو عالم مثال دیده بود. ملک چهره نداره، ملک دست نداره، ملک پا نداره، ملک بال نداره. ملک هیچی نداره، ملک مجرده. تمثل که میکنه تو این چهره ظاهر میشه، پر و بالش رو تو عالم مثال نشون میده. معلوم شد؟ خب از هیبت و زیبایی او از جا بلند شدن، معلوم نشد ها، با ادب سلام کردن. ایشان فرمود با من چه کار دارید؟ از اسرائیل بیان بگم با من چه کار دارید، با من دیگه آدم باید دل جرأت داشته باشه. چرا اینقدر طلب مرگ میکنین؟ هنوز نوبت شما نرسیده. فهمیدم ایشان از اسرائیل است. ترسیده بودم اما با خودم گفتم اگر ایشان اینقدر زیبا و دوست داشتنی است پس چرا مردم از اون میترسن؟ اسرائیل، صورت مثالی اسرائیل آینه اعمال ماست. میگم دوباره بنویسید، صورت مثالی حضرت اسرائیل آینه اعمال ماست. او که صورت مثالی نداره، ما به او صورت مثالی میدهیم هنگام مرگ. چیه ما به او صورت مثالی میدهد هنگام مرگ؟ اعمال ما. دست بخشنده ما به او دست بخشنده میدهد، روی خوش ما به او روی خوش میدهد، مهر و محبت ما، این قلب پرعاطفه ما به او قلب پرعاطفه میدهد. صورت زما خشن اخموی ما صورت زما خشن اخمو میدهد. ما به اسرائیل چهره میدیم، هر کی خودش رو در سیمای اسرائیل میبینه. این ماجرا اینه، دراغاتی نباید کرد. خب میخواستن بروند که با التماس جلو رفتم و خواهش کردم مرا ببرند. التماس های من بیفایده بود. با اشاره حضرت اسرائیل برگشتم به سر جایم و گویی محکم به زمین خوردم. اگه قرار نباشه ببرند اتفاقا همه جمع میشن که نبرند. اصلا خود حضرت اسرائیل محافظت میکنه که نبرند، به مسئولیت ایشون اینه، بقیه نبرند شما رو. اسرائیل ترس نداره، اصلا ما اینکه الان زنده هستیم حضرت اسرائیل نمیذاره بقیه ما رو ببرند. الان چرا من شما کرونا نگرفتیم؟ کی نذاشته کرونا بگیریم؟ پس اسرائیل. کسی ایناش دیگه نمیگه، بنده خدا مظلومه، مثل ما آخوندا میمونه، هر کی هر گندی بزنه به اسم ما تموم میشه، خدمات هم به اسم اونجا تموم نمیشه. پس اسرائیل هم این شکلیه، همه مرگ و میرا و تصادفا و هواپیما و موشک و پدافند و خطای انسانی اینا اسرائیل بود دیگه. من دستم اونجا رب اسرائیل رو بود. اینا مال اسرائیله، ولی کرونا میاد اینو میگیره دیگه به اسرائیل رب نداره. خودم مراقبت کردم، این چیز عجیبی است واقعا. آقای اسرائیل حواست باشه من ازت دفاع کردم، حال بعدا بزن به حساب، بعدا ما هم بعد مهربانانه برخورد کنیم. خب در همان عالم خواب ساعتم رو نگاه کردم، رأس ساعت 12 ظهر بود، هوا هم روشن. موقع زمین خوردن نیمه چپ بدن من به شدت درد گرفت. در همون لحظات از خواب پریدم، نیمه شب بود، میخواستم بلند بشم اما نیمه چپ بدن من شدیداً درد میکرد. خواب از چشمام رفت. این چه رویایی بود؟ میگه تو خواب نگاه کردم. ساعت چند بود؟ بیدار شدم ساعت چند بود؟ 12 ظهر رو تو خواب دیده بود، بیدار شده بود 12 شب بود. این داشته باشه نکته خوب. این چه رویایی بود؟ واقعا من حضرت اسرائیل رو دیدم. ایشان چقدر زیبا بود. روز بعد از صبح زود دنبال کار سفر مشهد بودم. همه سوار اتوبوس ها بودن که متوجه شدم رفقای من حکم سفر رو از سپاه شهرستان نگرفتن. سریع موتور پایگاه رو روشن کردم و با سرعت به سمت سپاه رفتم. در مسیر برگشت سریع یک چهارراه راننده پیکان بدون توجه به چراغ قرمز جلو اومد و از سمت چپ با من برخورد کرد. آنقدر حادثه شدید بود که من پرت شدم روی کاپوت و سقف ماشین و پشت پیکان روی زمین افتادم. نیمه چپ بدنم به شدت درد می‌کرد. راننده پیکان پیاده شد و بدنش مثل بید میلرزید. فکر کرد من حتما مردم. یک لحظه با خودم گفتم پس جناب اسرائیل به سراغ ما هم آمد. آنقدر تصادف شدید بود که فکر کردم الان روح از بدنم خارج میشود. به ساعت مچی روی دستم نگاه کردم، ساعت دقیقا 12 ظهر بود.
نیمه چپ بدنم خیلی درد میکرد. این که عرض میکنم آینده هم در برزخ حاضره، معناش همینه. قبلا گفته بودم بعضی پرسن یعنی چی؟ این همین. خب وقت اعمال ما نیست چرا دیگه؟ آینده‌ای که قراره با اعمال خودت رقم بزنی الان تو برزخ حاضر. خیلی سخت شد نه؟ پیچیده نشد دیگه؟ بحثا اینجوریه دیگه، اینا بحثا من معاد اینا سنگینه. اینم که من میگم سنگینه باز بعضی تمام نکنم، یعنی میخوام بگم من فهمیدم و هیچ کی نمیفهمه. آقا اول دارم میگم من خودم نمیفهمم، این اول ماجرا. تمام ماجرا داره، ما هر کلمه‌ای که میگیم یعنی نکیر و منکر اینا رو نمی‌نویسن که بعضی حضرات هر بابش گیر میدن، این چه اینجوریش کردی، اون چه اونجوری گفت، ماجرایی. تو لطف خداست چکای آدم میخوره حواسش جمع میکنه. خلاصه آقا ما همه چیزمون الان تو برزخه. بابای آقای بهجت رو برگردونده بودن، ماجراشو یادتونه؟ گفته بودم شنیدین از ما؟ کجا گفته بودم؟ خودم یادم نمیاد قد که حرف میزنم پرت و پلا. چیو کجا گفتم؟ همینجا گفتم؟ حالا باز میگی. آقای بهجت رضوان الله علیه ظاهرا ازشون پرسیده بودن که آقا پدر شما وقتی که داشته در جوانی از دنیا میرفته ملائکه اومده بودن، ملائکه قبض روح، گفته بودن که ایشان را برگردانید، ایشان پدر محمد تقی است. ایشون برش کرد و اون موقع پدرشون بچه نداشت. حالا آقای بهجت دونه کی بوده بابا؟ شاید این مرد محشر. آقای بهجت فهمیدن که البته پدر محمد تقی بود، یه بچه 5 ساله داشت اسمش محمد تقی بود، دنیا رفت. اون همون رو گفته بود، چون پدرشون اول بچه دار میشه به خاطر همین اسم پسر اول میذاره محمد تقی، اون 5 سالگی 5 سالگی از دنیا میره. بچه فکر میکنه مثلا بچه 5 ساله رو خدا خودمون بچه 5 ساله برگردوندن مثلا بابایشون رو، ایشون هم مثلا کارش نداشتن. بابا اینا چی بودن یا کی بودن یه همچین دردانه خدا بشریت بده؟ بعد خودش بگه احتمالاً خودمون داداش کوچیکم بوده که گفته بودن بعدش گردونی. چی؟ داداش بزرگیه، داداش کوچیک سنیه، داداش بزرگیه. بله عرض کنم که حالا اینم داشت بزرگه گفتید، نه نکته لطیف هم بگم، نکته قشنگی سینم خیلی توجه نداره. بچه های دوقلو بزرگتر کدومش توشون؟ اون که اول به دنیا میاد؟ بین ماها اینه دار که این غلط. ثمره بحثم در ارث و اینا معلوم میشه. بین دوقلو از امام پرسیدن، از امام صادق علیه السلام، بین دوقلو ها کدومشون بزرگترن؟ حضرت هم اونی که دیرتر به دنیا میاد، چون اول نطفه او شکل گرفته رفته عقب، بعد نطفه دومی شکل گرفته اومده جلو. دومی که نطفه شکل گرفته زودتر به دنیا اومده، این کوچیکتره. اون که دیرتر به دنیا اومده، اون پسر بزرگتر که نماز قضا رو باید بخونه، اون دومی است که بعد به دنیا اومده. الان دیگه سیل پیام‌های از دوقلوا میاد. خدا بگم چیکارت کنه با این مسئله که تو گفتی؟ مرزهای نماز قضا نه عمر جابجا کردی، عمر 50000 یکی داشت تو بالا، من 50000 رو گرفتم. خلاصه اینا مسئله جالب برادر کوچیک در بزرگتر گفتین، یهو یاد این مسئله افتاده. خلاصش این شد آقا، ایشون دیده بود 12 ظهر نیمه چپ بدنش درد میکنه رو اول دیده بود، درد درش رخ داده بود. برای من شما زیاد پیش میاد. پرسیدن عالم زر چیه؟ ما اونجا اگه همه چی تعیین شده بس اینجا چیکار میکنیم؟ عالم زر دقیقاً همینه. ایشون دیده بود ساعت 12 ظهر نیمه چپ بدنش درد میگیره. خب ثم مازا چه ربطی داره؟ عالم زر اگر بوده، اگر قطعی باشه، اگر همه مسائلش روشن باشه، چون اختلاف بین علما زیاده بر مبنای علامه طباطبایی که ایشون قائلن عالم زر بوده و با این مختصات بوده، مبنای ایشون بر اینه که عالم زری بوده که ما از انتخاب‌های آینده‌مون باخبر شدیم، نه اینکه اونجا همه چی تموم شد بریدن و دوختن و هم شد شمع و امام حسین. اینجا ملول معطلی، هر کار دوستایی بکن تهش بالاخره یا شم نوشتن یا امام حسین. اه تهش نوشتن، تو با اختیار خودت چیکار میکنی؟ مگه تو میدونی چیکار میکنی؟ من شما برام معلومه. هر رو امام حسین بهش فرمودن، اینم خیلی نکته قشنگی شاید باز اینجا گفته باشم، معمولا روزه هر رو که میخونه این تیکه دومش که اصل ماجراست نمیگن، اون تیکه اولش فقط میگن مادرت برزاد بشینه، این تیکه اول ماجراست. هر گفت من با شما تحویل عبیدالله بدم، امام حسین فهمونن مادرت برزاد بشینه. بعد چی فهمونن؟ فهمونن انقدی عجل تو نیست که بخوای منو تحویل کسی بدی. الان دوم محرمه، شما ده محرم برات نوشتن بمیری، و
برای هر نوشته بودن در محرم بمیره، او فقط انتخاب کرد با امام حسین باشه یا با عبدالله، این تنها کاری بود که عجلش معلوم بود، هیچ هم تغییر نمیکرد. یعنی اگه این بری میشد عوض نمیشد، اون بری هم میمون عوض نمیشد، اون بر کشته میشد. مسئلهش به اینه آقای خود میتونست برگرده بگه خب دیگه تو عالم زر چیا بود بگودی اما معلوم بشه دیگه، آخر من اون بری میشم این بری میشم. این مسئله روشنه چی دارم میگم؟ امام حسین میدونست که او میمیره و میدانست که او با اختیار خودش هم اینوری میمیره و میدانست که باید یه نهیب هم بزنه که اختیارش به کار بیفته. اینا داشته باشید، به درد میخوره، شبهاتو برطرف میکنه. آقا امام حسین شما مگه نمیدونی آخر هور میخواد اینوری بشه؟ چرا دیگه نهیب که زشت مادرت بعزاد بشه، از شما به شهید کربلا میگی مادرت بعزاد بشینه؟ شما در عالم ازل مگه با هم دست ندین؟ با هم تو عالم زر مگه با هم رفیق نبودین؟ آدم به رفیق عالم زرش میگه مادر دازاد بشینه؟ آقا از شما بایی بود. روشنه چی دارم میگم؟ بله یا نه؟ حل مسئله داره حل میشه انشالله. منطقه امام حسین چیه؟ میگه این با اختیار خودش با فعال بشه. تو خیلی میپرسن تو ما نه جواب داریم تو اون بحثه کلام اونایی که سوسله داشت گوش بده. اکثر این شبهاتو با یک سیستم عقلی ما اونجا شاید 10 جلسه اولش یک آیه و روایت هم نخونیم، همه رو عقلی و منطقی کل دین از صفر شروع کردیم اومدیم گفتیم بدون یک آیه و روایت که باز میرسیم به قرآن، از اونجا آیه و روایتمون شروع میشه، اونم باز عقلی در مورد خود قرآن بحث میکنیم، قرآن اثبات میشه و دیگه مرگ مسئله حل میشه. حالا کسی حوصله داشت بحثا رو گوش بده. خلاصه اینجا امام حسین لحاظ کردن، شاید میپرسن که آقا اگه شمر از اول معلوم بوده، امام حسین هم معلوم بوده، بس ما اینجا دیگه علافیم دیگه. خب حضرت دمده هرم برم گفتن آقا تو علافی، تو اصلا اینجا چیکار میکنی؟ تو با ما اینجا بری. اون نهیبه رو میزنن اختیار فعال بشه، بعد خودش میره حیوانی میسته میگه من بین بهش و جهنم گیرم، موندم چیکار کنم؟ معلوم شد که اختیار آدم هست و آدم تصمیم گیرنده است. اونی که بله ما کشف میکنیم تو عالم زد چیو انتخاب کردیم، نه ببخشید درستش کنم، نه اینکه تو عالم زر انتخاب کردیم، تو عالم زر کشف شده که اینجا چی انتخاب میکنیم. اونجا معلوم شد که هر تو دنیا امام حسین انتخاب میکنه آخرش، دلیل نمیشه که اینجا بگیم دست و بالش بسته است. حضرت رضوان نهیبو میزنن که اینجا اختیار فعال بشه، انتخابش انجام. خب ایشون هم ساعت 12 ظهر رو دیده بود که نیمه چپ بدنش درد میگیره، آینده‌ش رو دیده بود، آینده‌ای که میدانستند با اختیار خودش رقم میزنه. حالا این بحث آینده میشه بحث تقدیر و عجل و اینا، اون باز یک بحث عجیب و غریب که اونم مراتب داره. یه آینده حتمی داریم، یه آینده معلق داریم. این بر بچه های کامپیوتر خوب میفهمن این آینده، این سیستم چینش این مدل ها که اگه این پلن رو فعال کنی یه ها 10 تا از توش پلن در میاد، اون یکی رو فعال کنی 10 تا پلن در میاد. این چینش این شکلی که خوراک کار بچه های کامپیوتره، این دقیقا همین شکلیه. خدای متعال نوشته که اون قطعیه، اون آخریه رو که من میدونم اصلا ممکنه لو هم نده، یعنی حتی ملائکه هم نفهمه. بعد میگه همینجور برایش پلن بندی کنیم، اگه اون مدلی رفت این چارچوب رزق رو بهش بدیم، این تقدیرات رو بهش بدیم، این باکس رو وا کنیم کلن براش، این ولی رفت کلن این باکس رو وا کنیم. باز یه ماجرا دیگه فهمسوی مرگ بود، کجاش بود یادتونه؟ همین ماجرا رو داشت، دکتر بود، ماجرا تصادف و ماشین که گفت پول خونه رو اگه میدادی ماشین میخریدی 6 ماه بعدش تصادف میکرد قطع نخواه میشدی. خدا برش این باکس رو نوشته بود، اینو داد به اون بند خدا. اگه اصرار میکرد پولش رو بگیره باز یه باکس دیگه باز میشد، اصرار نکرد پولش رو بگیره، اگه میذاشت ثواب برای خودش بمونه یه باکس دیگه وا میشد، نیت کرد ثواب برای مادره بره یه باکس دیگه وا شد. باکس دیگه‌اش بیان بود که رفت و الان بعد از 35000 سال تو وادی حق الناس بود، به خاطر همون عمله نجاتش دادن. یک شعالم یک چیز عجیب و غریبیه این تقدیرات و رزق ما. فهمود گاهی یک کلمه دهان بنده در میاد، زویه انه الرزق، رزقه داره میاد زاویه میگیره میره یه بره دیگه. بعد داره این نوشتن میاد تو بالا سر، این یهو فاقد صلاحیت میشه، یکی یهو واجد صلاحیت میشه، میره به اون میرسه. اصلا یک چیز عجیب غریبیست این عالم، این تونلا که رزقه توش میاد پایین اصلا فوق العاده است. فقط ببین بعد ببین، میگن آقا ما حوصله‌مون سر نمیره، بنده خدا بعد موندیم که وقت کنیم همه رو ببینیم اون بعد، یعنی ابدیت هم کفاف نمیده برای اینکه این همه ما بخوایم چیز ببینیم. واقعا خیلی اون ماجراها در پیش داریم شده بعد از این دنیای نکبت که بعد ترامپ و نتانیاهو رو تحمل بکنیم.
بعد از اینا که از اینا رد بشیم انشالله خبرهاییست اون طرف. خب یک بار یاد خواب دیشب افتادم، خودم گفتم این تعبیر خواب دیشب منه، من سالم میمونم. حضرت عزائیل گفت که وقت رفتنم نرسیده، زائران امام رضا علیه السلام منتظرند، باید سریع بروم. از جا بلند شدم. راننده پیکان گفت شما سالمی؟ گفتم بله. موتور رو از جلوی پیکان بلند کردم و روشنش کردم. با اینکه خیلی درد داشتم سمت مسجد حرکت کردم. راننده پیکان داد زد آهای مطمئنی سالمی؟ بعد با ماشین دنبال من اومد. او فکر میکرد هر لحظه ممکنه من زمین بخورم. کاروان زائران مشهد حرکت کردن. درد اون تصادف و کوفتگی عضلات من تا 2 هفته ادامه داشت. بعد از اون فهمیدم که تا در دنیا فرصت هست باید برای رضای خدا کار انجام دهم. به قول استاد من فهمون هر نفسی که می آید حیامی از جانب خداست که هنوز راه برای تو بسته نیست. خیلی زیباست اینجا. هر نفسی که می آید حیامی از جانب خداست که هنوز راه برای تو بسته نیست. هنوز در رو نبستم، هنوز پرونده رو جمع نکردم، هنوز مهلت داریم. بعدن میفهمیم این نفس ها و این مهلت و این ثانیه ها بعدن فرق باشه. و دیگر حرفی از مرگ نزنم، هر زمان صلاح باشه خودشون به سراغ ما خواهند آمد. اما همیشه دعا میکردم که مرگ ما با شهادت باشه، انشاءالله برای ما آمدتون باشه. در اون ایام تلاش بسیاری کردم تا مانند برخی رفقایم وارد تشکیلات سپاه پاسداران بشم. اعتماد داشتم که لباس سبز سپاه همون لباس یاران آخرالزمانی امام غایب از نظر است. حتی از داخل روایت یه بویی همچین چیزی میاد. یالا وارد روایتش نمیشه. یه فایل صوتی از مرحوم آقای دشتی مترجم نهج البلاغه هست. مال سال 80 چند روز قبل از رحلت ایشون. اونو ببینید تو اینترنت سرچ بکنید. همین روایت سپاه و اون آیه‌ای که روی سینه اینا نوشته شده اینا میخونه ایشون که میگه اینا نشانه‌های ظهور. تلاش های من بعد از چند سال محقق شد و پس از گذراندن دوره های آموزشی در اوایل دهه 70 وارد مجموعه سپاه پاسداران شدم. اینو هم بعد اضافه کنم که من از نظر دوستان و همکاران یک شخصیت شوخ ولی پرکار دارم. منظورم مزاج ایشون دموییه. من میخوام از صورتشون هم براتون میکشم. من که ندیدمشون مزاج دمویی فرم بدن و فرم ریش و مو و چهره و اینا رو چه تشخیص بدم. خب یعنی سعی میکنم کاری که من واگذار شده درست انجام بدم. اما همه رفقا میدونن که حسابی اهل شوخی و بگو بخند و سرکار گذاشتن و غیرم هستم. دیگه ما جهنم ما دموی ها این شکلیه دیگه. رفقا میگفتن که هیچ کس از همنشینی با من خسته نمیشه. در مانورهای عملیاتی و در اردوهای آموزشی همیشه صدای خنده از چادر ما به گوش میرسید. دیگه رفقا خودش مدرسه حاجی نظافت درس داریم با هم، همسرش هم دانشکده مهندسی فردوسی بوده، یعنی دو سر خلاصه ارتباط. بعد میگفت که خانم من همین تعریف شوش تعریف میکرد، میگفت خانم من تعریف میکرد میگفتش که ما پشت پرده بودیم توی دانشکده مهندسی، ورود فلانی رو ما رو میگفت، گفت ورود فلانی انجام میفرمودیم که هر وقت میدیم یک صدای قهقهه بلندی کل ساختمون رو داره تکون میده میفهمیم فلانی وارد شد. گفت نمازخونه ساکت بود کلا 20 ثانیه نیم ساعت ها ترکی بود فلانی وارد شد آماده شیم میخوام نماز بخونیم. گفت دیگه قوامت به صلاح اینا نمیخواست، یه صدای قهقهه میومد میاد تو صفحه میسازیم که نماز شروع میشه. خلاصه این چون ماجرا داره آقا، این شوخی هایی که این بزرگوار میکنه پدری ازش در میارن که این فقط من افسانه من رو بخون زار زار گریه کنیم باید این شوخی ها سر کار گذاشتن و اینا. خدا به داد اون برسه. خب مدتی بعد ازدواج کردم و مشغول فعالیت روزمره شده. خلاصه این که روزگار ما مثل خیلی از مردم به روزمرگی دچار شد و طی میشد. روزها محل کار بودم و معمولا شبها با خانواده. برخی شبها هم در مسجد یا هیئت محل حضور داشتیم. حدود 18 سال از حضور من در میان اعضای سپاه گذشت. یک روز اعلام شد که برای یک ماموریت جنگی آماده شوی. دیگه میره برای ماموریت و ماجرای جنگی اونا که انشالله جلسه بعد خواهیم شنید. خب چیزی هم تو ازان نمونده. چیکار کنیم؟ میخوایم سوال جواب بدیم؟ بحث ملائکه چیکار کنیم؟ یه اشاره سریع بکنم دستبندی ملائکه رو از کتاب ملائکه آیت الله شجاعی رضوان الله. ایشون فرمودن که من خیلی سریع فقط مختصری از مباحث ایشون رو که اینجا خط کشیدم براتون عرض بکنم. حرف زیاده، این کتاب 232 صفحه است، جا داره مباحثه مشکی روش به این کتاب صورت بگیره. یه نکته هم بگم، یکی از نقاط ضعف این کتاب های اصول عقاید ما اینه،
میگن آقا ایمان به خدا، ایمان به نبوت. بابا جان آیه قرآن میگه آمنا بالله و رسوله و ملائکته. یکی چیزه بیدود اصول اعتقادات ماست ایمان ملائکه است. تو هیچ کتاب اصول اعتقادات شما بحث ایمان ملائکه نمیگید، بحث ملائکه هیچ جا نیست. خدا عالم و لبریز از ملائکه کرده، توجه ملائکه اصلا حال روز آدم میریزه به هم، خیلی سوال آدم رو عوض میکنه. هیچ بحث از ملائکه بین ما اصلا نیست. این یک نقطه ضعف جدیه تو مباحث فرهنگی ما، مباحث علمی ما، این روش کار بشه. این کتاب هم کتاب خوبیه، ظرفیت مباحثه هم داره. یک کتاب خوب دیگه هم داریم، ملائکه از منظر المیزان. من این کتاب داشتم و تو گشتم پیداش نکردم، نمیدونم بزرگوار اینو تک زده یا نه نفهمیدم چی شد ملائکه بردن احتمالا. اون از تفسیر المیزان همین رفقای ما آیه چیچیان و مجموعه اینا از کل المیزان مرتب کردن، فهرست بندی کردن مباحثی که علامه در مورد ملائکه داشتن رو جمع کردن. یک کتاب 115 صفحه تقریبا شده، اونم کتاب خیلی قابل استفاده و کتاب خوبیست. ملائکه داره، شیطان داره، عرض کنم که خیلی موضوعات رو این شکلی کار کردن، موضوعات بکر و خوبی هم هست. خب ایشون فهمان که ملائکه موجودات غیر مادی و غیر جسمانی هست، ماده ندارن، منزه از ماده هست. جن ناری، ملائکه نوری هست. این یه نکته دیگه، جن ماده داره، ملائکه ماده ندارن. البته جنیا دیگه ما تو این بحثا هی می‌خوایم نریم و هی هم از کلاس می‌خوایم رد شیم و هی هم توش می‌افتیم. و ملائکه با جن رابطه‌شون رابطه نزدیکی است، یعنی کارگزاران ملائکه معمولا جنای خوبن. یا اینو فقط در همین حدش فعلا داشته باشید، چون جزئیات زیاد داره و نمی‌خوام دیگه وارد اون بحثا بشم. بسیار از این کارهای انجام میگیره مسائل و اینا جنا انجام میده، جنای خوب که کارگزار ملائکه هستند، با هم آخر ارتباط دارند. بله ان الله عز و جل خلق الملائکه من نور، خدا ملائکه از نور آفریده. نور حقیقت مجرد از ماده است. و الملک لا تشاهده حواسکم، امام عسکری فرمودن که ملائکه با حواس شما مشاهده نمیشن. معلومه اگر کسی ملک رو دید با حواس مادی ندید. ان الملائکه لا یاکلون، امام صادق فرمودن ولا یشربون ولا ینکحون، ملائکه نه میخورن نه مینوشن نه ازدواج میکنن. انما یعیشون به نسیم العرش، زنده بودن اینا با نسیم عرش. باز عرش چیه؟ نسیم عرش چیه؟ ببینید دیگه نگاه ما بد عوض بشه. بچه که بودم من هر کی هرچی میگفت گوش میکردم، باورم نمیشد. ای ملائکه عرش، نسیم، تو خدا دو تا دست داره، ملاقات خدا، اینا همش تمثیله، همش از بیخ و بن تمثیله. باید بریم به سمت حقیقت، حقیقت رو کشف کنیم. عرش چیه؟ یه جای خدا روش نشسته؟ نه، عرش یه مقامیه. الله میفهم مقام اجمال قبل از تفصیل، اجمال قبل از تفصیل، این چه مقام عرش. خب نسیم عرش رو نباید با نسیم خوب یا بد دنیاوی تشبیه کرد. نسیم عرش حقیقتی که اگر ذری از اون به ما برسد آدم میشویم. ایشو چه میفهمن؟ اصلاح میگن به ما حیات ابدی میدن. ملائکه اگرچه موجودات نوری و غیر مادی هستند، ولی اگه خدا بخواد در شرایط ویژه‌ای برای افراد مخصوصی که دیده بالابین و آنسویی دارن تمثل پیدا میکنن. این تمثل غیر از اینه که فرشته‌ها خودشون این صورت تمثل رو دارن، این صورتی نیستا، تو این صورت خودشو به شما نشون میده. ملائکه صورت ندارن، چهره ندارن. ممکنه یه ملائک به هزار نفر هزار چهره همزمان نشون بده، همون زلزله همونطوره در آن واحد. این بچه ها اومده بودن از تهران، رفقامون، برای شبکه 3 میخوان برنامه بسازه. بعد اومدن اینجا و جلسه داشتیم همین هفته. حالا خاطره هم یکشون گفت بگم، اونم خمزه بود، اونه تایکوانده و کارگردان بوده. پیشنهاد برنامه برای شبکه 3 و اینا دادن. بعد یکشون گفتش که آقا ما این فایل ها رو همه رو فرستیدیم و رفقا، یه رفیقی داریم آمریکا، بوستون آمریکا، اهل ماجرا نیست، از سر انگشت به بعدش خالکوبیه، این فقط سر انگشتش خالکوبیه. و برای اونم فرستادیم، اون جنجال سر گوش کرد و گفت آقا متحول شده. گفتم خب یعنی چی متحول شدی؟ گفت خیلی این صوتا رو من اثر گذاشت، دادم یه دونه الله این بازوی راستم خالکوبی کردم. تازه عکس رهبر انقلاب پشتمو گذاشتم برای ایشون خالکوبی.
و این تحول اون بود، آخر اینجا هم این تحول حاصل شده به لطف خدا. بعد اینا پیشنهاد دادن آقای برنامه بشه، اینا که تجربه نزدیک به مرگ داشتن بیان بشینن و تو هم اینا رو برنامه 90 و اینا مثلا استعدادیابی بشین، زنگوله بزنین تا اینش غلط بود و با عشق اونا تو تونله رو پرد بشه پایین. مثلا ما که اول رای اینا رو زدیم بودیم ما جلو دوربین نمیریم و نخواهیم هم رفت دنیا حرفا که اون حالا به کنار. بعد عرض کردم که ببین اصلا رو آنتن اینا این مدلی جواب نمیده، اصلا یه آنتنی نیست، تلویزیونی اینجوری نیست. اول بهشون گفتم فیلم سینما رو اصلا سینمایش نمیگیره و ده تا استدلال آوردم آخر سن به فیلم سینمایی، بعد سن به کلیپ های کوتاه در فضای مجازی، تو بحث ازدواج طلاق اینا کلا بحث تجربه نزدیک نکردن دیگه، بحث دیگه ای شد در سر 2 ساعت گفتگو. حالا قرار شد من یه طرحی دادم دیگه، حالا الان اسپویلش هم بگم کل دنیا با خبر بشه که فیلم رو هیچکی نره ببینه، که حتی قرار شد ما این بشینیم پرورشش بدیم شاید سینمایی بشه. گفتم که ما یه فیلم سینمایی طراحی بکنیم اینجوری هم شروع بشه، یه هواپیما داره میره، البته خطای انسانی اینا نداشته باشه بدون اونهاش، هواپیما چرخش باز نمیشه و با کله میخوره توی اون فرودگاه و زمین فرودگاه. بعد گفتم که اون جلویا در جا بمیرن، خلبان و اینا که همیشه واسه تر بمیرن، بعد مثلا یک سوم اول همونجا میمیرن، یک سوم میانی اینا میرن تو کما، یک سوم آخر زنده میمونن. این طرح اولیه فیلم. بعد این اسرائیل و ملائکه اینا رو نشون میدیم و اولی ها که همونجا صاف میبرن، اینا کجا میرن؟ اون دومی ها میمونن، میرن تو کما، میرن تو شهر میچرخن، سومی ها این ملائکه اونا خودشون میگن که اونا باید بمونن، اونا برشون میگردونن. بعد ما اولی دومی ها میبینیم که تو شهر میچرخیم، گفت هیچ کی فیلمو نمیاد نگاه کنه قاعدتا. حالا ما میسازیم دیگه، دیدیم شاید دو نفر بعدن نگاه کردن، بالاخره ممکنه کسایی هم باشن که درگیر این مسائل باشن، ان شاء الله پیش میاد. به هر حال این طرح خوبی بود، شما بشین روش فکر کنید اگه نظری دارید. یه همچین چیزی میشه ساخت، مثلا بره تو شهر شیطون میتونا رو ببینن، البته اونا گفتن مو شیطونا اگه اونایی که تو گدا آنسوی مرد اونا رو که اصلا نمیشه، اصلا قابل پخش نیست که بخوام همشو نشون بدیم. فیلم از یوسف که ساخته میده دیگه رو برای طلبه من گفتش که من دوست دارم برم این کارگردان رو ببینم، بگم ببینید یوسف رو ساختید ولی خداییش که حضرت لوط رو نسازید. اون رو دیگه نمیشه ساخت، دیگه به یوسف اکتفا کنید، اون چی میخوای نشون بدید؟ خلاصه آقا اینا تمثل پیدا میکنن، تمثلات. بعد میخوام تو اون هزارتایی که مثلا تو اون صدتایی که با هم میمیرن نشون بدیم که اسرائیل یکی این صحنه قشنگ میشه دیگه. این اونا گفتن آقا خوبه برای هالیوود، خوبه ما نمیتونیم اینو بسازیم. حرف راست میگم، گفت هالیوود رو قشنگ میسازه، حالا من برام ببینم میتونم پول بزنم برای بچه‌های هالیوود اونا برات پیدو اینا مثلا با هم چیزی بسازیم از این چیزا. عرض کنم که مثلا تو یه لحظه اسرائیل رو نشون بدیم که 100 نفر 100 چهره دارن میبینن، خیلی قشنگ میشه. نه کسی بتونه کار کنه دقیقا نمیشه که تو 100 تا تمثل همزمان برای 100 نفر. تمثلات غیر از ذات و حقیقت اوناست، مثل تمثل روح اعظم برای حضرت مریم در شکل یک انسان راست قامه. خب یه اشاره سریع فقط به دسته‌بندی ملائکه داشته باشم. اولا ملائکه واسطه های فیضن، در مورد این توضیح دادیم، و ملائکه و قوانین در واقع نسبت وسیقی با هم دارن، مراتب وجودی ملائکه متفاوته. بال ملائکه چیه؟ میفهمن که معنای حقیقی جناح چیست؟ میتونم بگم یا نگم؟ دارم بال ملائکه بگم؟ اذان نشد؟ 3 دقیقه دیگه مونده. باید آماده بگم یکم دیتر شروع کنم، باید تمام کنیم. میگن که ملائکه 3 دقیقه تا نامرده ملائکه بال دارن و گاه دیده میشه که برخی این فهم ظاهر به تصویر کشته. معنای حقیقی جناح چیست؟ آیا وسیله برای صعود به بالا یا نزول به پایینه، یا وسیله انتقال از مکانی مکان دیگه؟ در واقع موجود صاحب جناح، جناح یعنی بال، به کمک اون در جایی که میخواهد حضور پیدا میکند. بال ملائکه نیست که تق 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 بال بزنه، مثلا صدا داره میاد از دور تق 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 تق، مثلا میاد میشینه، بعد مثلا یه بالش هم گرفته به در، مثلا ملائکه که اومده بسته بالش، حالا نمیتونه خیلی به پر و حال نداره. اینا که نیستش در مورد ملک. ملک صورت مثالیه در مورد جا به جایی از یک جا به یک جا. بال، بال یعنی
خب اون وقت هر کی هر جور جابجا میشه، الان من میگم شما این حرفو که شنیدین بال زدید رفتید، الان من شما میخوام بگم بال بزنید بریم حرم امام حسین، این حرف من درسته یا غلطه؟ یا تو با اون روایت خونی ما بال زدیم رفتیم حرم امام حسین، مثالی دیگه، با ذهن من پرواز کرد، گاخ دلال آماده کنید میخوام امشب بفرستم کربلا، چراغ روشن کردید هیچکی نیست. گفت چرا اینجوریه؟ گفت نصفی ها که ترمینالن، اون یکی هم که الان از پای مرز رفتن هم گفتی را افتادن، این مدلی که نیست، این پرواز با قلب و ایناست دیگه، با ذهن و خب ممکن اونجا پایین بالا شرق غرب این مکان و مکان باشه، پرنده ها که پر دارن میتونن وسیله پر از نقطه به نقطه دیگه برن، در حقیقت با پرشون در مکان های متفاوت حضور پیدا میکنن، این که گفته میشه ملائکه داره جناحن، یعنی ملائکه وسیله‌ای دارن که به کمکش میتونن در جاها و مراتب گوناگون حضور پیدا کنن، ابزار حمل و نقل صورت سازی که میگن بال، یعنی هر کی که راحت میاد جای به جای منتقل بشه میگیم بال میزنه پرواز میکنه، اینو به اصطلاح میشه میگیم بال، صورت مثالیش باله و اینا، ملک بال نداره، حالا در مورد حضرت عزرائیل داره که اگر حضرت جبرئیل اگر بالهاشو باز بکنه همه عالمو پر میکنه، تو روایت کتاب معراج آیت الله شهید دستگیر بخونید، کتاب خیلی قشنگ است، خیلی اینا توضیح داده ایشون. خب جبرئیل اینقدر بال داره یعنی چی؟ یعنی همه عالم تحت اشراف وجودی او سنسکا در هر بخشی از عالم میتونه اعمال تصرف کنه، چون مثلا اسم رحیم قبلا گفتیم این نکتهش اینه، نه اینکه اون بال داره به هر سفری میخواد بره دو ساعت، اون گفت هزار پای میخواد راه بیفته بعد 10 ساعت هم نمیره، گفت این کفش 843 رو دارم بندشو میبندم تا این تمام بشه راه بیفتم، هزار تا پای دیگه، این ملائکه و پا و اینا که شکلی نیست، درست شد؟ مثلا این همه بال داره وزن سنگینه میاد و تو خونه ما آقای فقط جبرئیل رو نگیرید اینجوری سخا میرید، این بال مال زیاد داره بنده خود دیگه، فهمای مادی و قرامتی اینجوری. خب میگه که به بیان دقیقتر جناح ملائکه، ملائکه دیگری هن، چقدر قشنگه، روح ایشون شاد باشه آیت الله شجاعی، جناح ملائکه ملائکه دیگری هن که در مراتب پایین تر تحت فرمان ملک برتر و بالاتر بوده، بالش با جنس ملکه، ملائکه که سطح پایین تر کار را بندازه او هم میگیم اینا بال او هم، الان ما میگیم حاج قاسم سلیمانی بازوی رهبر انقلاب، میگیم یا نمیگیم؟ ابو عبدالله فهمنن قمر بنی هاشم بازوی من بود، این همون بازو، اینجا میگیم بال، جبرئیل هزار تا بال داره، یعنی این ملائکه سطح پایین تری که همه کارگزاره او هم. خب و فرشته بالاتر توسط فرشته پایین‌تر امر و مشیت حق رو محقق میکنه، برای مثال میکائیل جناح‌های یعنی ملائکه در بالاترین آسمان‌ها در همه آسمان‌ها و حتی در زمین داره، وقتی این فرشته از اون شأن می‌خواد کاری رو در مراتب وجودی مختلف انجام بده با فرشته‌هایی که جناح‌های اون انجام میده، یعنی اونها وسیله و فرمانبر میکائیل برای تحقق اوامرشن، با جناح زمینیش تو زمین حاضر میشه، با جناح برزخیش تو برزخ حاضر میشه، با جناح تجردیش تو عالم تجرد، سه تا بال داره، چهار تا بال داره، دو تا بال داره، همینه، دو تا عالم، سه تا عالم، چهار تا عالم، روشن شد؟ و اینکه گفته میشه میکائیل با جناح زمینیش کاری رو انجام میده، یعنی با حضور و تجلی او در فرشته زمینیش اون امر رو پیاده میکنه، که البته اون فرشته مادی نیست ولی اون موقعیتی که روش کار میکنه موقعیت مادی، در واقع حضور جناح میکائیل حضور خود او، خواه خودش کار کنه یا جناحش. یه توضیحات دیگه هم دادن که خیلی قشنگه، اگه دوست داشتی جلسه بعد باز بخونم و اصناف ملائکه هم بگیم، اگرم دوست نداشتین که کتاب میخونم، اگرم دوست داشتین کلا اصلا حرف نمیزنم نمیام هیچ. بس الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.